خوش اومدید به این ویدیو دیگه از کانال مدی.نت. اومدیم که اینترنت های ایران رو با هم مقایسه بکنیم توی شرایط اقتصادی، اونی که از همش بصرفه‌تر، ارزان‌تر، سرعت بالاتر بهت معرفی بکنیم. اگر شما می‌خواید یه سرویس اینترنت جدید بگیرین یا اینکه بفهمید بهترین اینترنت ایران کدومه، این ویدیو برای شماست. اولین اینترنت که از همشون اقتصادی‌تر و اینکه سرعتش هم کمه دیگه، قاعدتا هر چقدر که پول بدی آش می‌گیری، اینترنت ADSL که با سیم کشی تلفن تنها هزینه‌ای که شما باید بخواید اینه که یه مودم بگیرید و اینکه به خاطر سیم کشی خونتون یا اینکه مخابرات تا خونتون اگر که مشکل داشته باشه نویز میندازه، یکم سرعت اینترنتتون پایین‌تر میاد. حداقل سرعتی که میگیرید 6 تا 8 مگابیته و اینکه حداکثرش 16 مگابیته دیگه، من جایی ندیدم. قاعدتا تا 20 خورده مگابیت هم باید بگیرید، ولی خب من خودم الان کیفیت خطم هم خیلی خوبه، ولی 16 مگابیت بیشتر نمیگیرم. آپلودش هم یه چیزی هلوشه 1 مگابیت میتونید بگیرید، حالا یه کمی بیشتر یه کمتر شما میتونید بگیرید که خیلی خیلی سرعت پایین. مثلا یه چیزی یه فیلم بخوای بفرستی برای خالت، اگه یک باشه هلوش 2 ساعت طول میکشه که مثلا این فیلمه آپلود بشه برای خالد. خب اینجوری اینترنت بعدی که میخوام بهت معرفی بکنم یه ذره سرعتش بیشتره، هزینش هم یه خورده باز بیشتره، پایداریش هم تقریبا مثل همون ADSL، اینم بازم با زیر سازی همون سیمکشی مخابراته، بهش میگن VDSL که 50 مگابیت بهتون سرعت دانلود میده تقریبا و 30 مگابیت هم بهتون آپلود میده که این سرعت خیلی نرمال و خوبیه. دسترسیش کم محدوده، برای همه کس نیست، باید اقدام بکنید به نزدیکترین مخابراتتون و اینکه درخواست بدین ببینید برای شما پشتیبانی میشه یا نمیشه. اگر که شد بازم مثل همون ADSL، یعنی شما یه دونه مودم میگیرید وصل میکنید تعرفه میگیرید و استفاده میکنید و همین سادگی. اینترنت بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم اینترنت TD-ELTه. اینترنت TD-ELT اینترنت سیم کارتی هستش که شما یه سیم کارت میگیرید، سیم کارت ایرانسل به عنوان مثال، اینو میذارید داخل یه مودم، داخل یه مودم سیم کارتی که گذاشتین اون هر جایی که بهتر آنتن بده همونجا میذارید که میذارید پیرز برق و ازش استفاده میکنید. اینترنت های به حساب TD-ELTE GB هم هست که شما شارژ میکنید میذارید جیبتون رو هر جایی بخواید برید ازش استفاده میکنید، ولی خب کیفیت آنچنان خوبی نداره، تقریبا مثل همون گوشیتون میشه اون جیبیه، یک کمی شاید قوی تر، ولی اونی که داخل یه جایی ثابته اون خیلی بهتره. هرچقدر بزرگتر باشه مثلا اون 4 آنتن ها هستش، اون گروناش 5 میلیونی هاش خیلی سرعت خوبی دارن، یه چی تو مایه های حالا هر جایی که بهتر آنتن بده بیشتر بزاره، شاید 20 مگابیت هم به شما بده، حتی اقل همون 50 مگابیت میگیم تا نهایتا که 150-200 مگابیت بهتون میده، وابسته به جایی که گذاشتینش که چجوری آنتن بده و همچنین اون سیم کارتی که داخلش گذاشتید. سیم کارتی که داخل اون میذارید معمولا به گوشیتون هم نمیخوره، بعضی از مودماش هست که پشتیبانی میخوره که سیم کارت خودتون رو داخلش بذارید، ولی اکثرا مودما سیم کارتشون فرق داره با سیم کارتی که روی گوشیتون میذارید و اینکه به هم دیگه نمیخوره. یعنی مثلا یه بسته گرفتی 200 گیگ بعد بردی گذاشتی داخل خونت آنتن نداد، دیگه اون 200 گیگ رو نمیتونی بذاری رو گوشیت استفاده بکنی. همین اینجور چیزایی هم داره. اینترنت بعدی هم همون اینترنتی هست که عموم افراد داخل ایران استفاده میکنن، اینترنت 4G 5G که روی گوشی همون هست، مثلا همراه اول دوستیم مثلا 5G میده، 4G پلاس میده یا ایرانسل، اینا همون که خودمون استفاده میکنیم، میتونیم یه گوشی بگیریم جدا فقط برای اینترنت، بذارید یه گوشی جایی که داخل خونتون که خیلی سرعتش خوب باشه، مثلا لب پنجره چیزی، بعدش میایین اینو به صورت وایرلس هات اسپات میزنید و با بقیه گوشیاتون ازش استفاده میکنید، بقیه وسایلاتون، کامپیوتر، گوشی، لپتاپ، حالا هر چی. اینترنت بعدی اینترنت پوینت تو پوینت هستش که به صورت یه شبکه رادیویی توری هستش، این عکسشو میذارم، آنتنا هستش که داخل مثلا شهر ها سطح شهر میبینید که خیلی خیلی بهشون دیش وصله به همه طرف، اینا اینترنت پوینت تو پوینت هستش. شما یه دیش میذارید روی به حساب خونتون، بعدش روبرو میشه با دیشی که قد اون آنتن هستش، اینا بینشون هم نباید چیز باشه، مثلا این ساختمون بینش باشه دیگه جواب نمیده. اینترنت پوینت تو پوینت فاصله تون هم نباید خیلی از اون آنتن زیاد باشه،
بعد این دو تا دیش رو در رو به هم دیگه است، مستقیم از این میشه میاد دور میشه و اینکه میره داخل دستگاه شما. یه خیلی پویدوری بسیار بسیار شدید، خیلی خوب. اینترنتش هم همون میاد 5 مگابیت 30 مگابیت آپلود. البته میتونی که به اون شرکتی که به سرویس میده بگی که سرعتش رو ببر بالا، بستگی به اون فاصله داره. هرچی فاصله تو کمتر باشه شما میتونی اینترنت پرسرعت‌تر پایدارتر و اینکه همچنین اینترنتی قطعی اصلا نداره. اگر هم یه ساختمون بینش باشه شاید قطع بشه، ولی خب اگر نباشه در شرایط طوفانی نمیدونم برف و بارون اینا هیچ مشکلی نداره، قطع نمیشه اصلا، اینترنت خوبیه ولی هزینه‌اش یه خورده بالاست. اینترنت بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم اینترنت خیلی خیلی خوبیه داخل ایران، ولی خیلی خیلی هم محدوده. یعنی مثلا شاید مثلا هر 30 تا 50 تا خونه یکیش بتونه مثلا از این اینترنت استفاده بکنه، که این اینترنت فیبر نوری هستش که بعد زیرسازش داخل بسیار کوچکتون منطقتون شهرتون باشه، که شما زنگ بزنید به یه شرکتی مثل مثلا آسیاتک مخابرات اینا که بیاد اینو سیم کشی بکنه داخل خونتون، شما ازش استفاده بکنید. یه مودم بعد بگیرید، بعد هزینه نصبش هم هست بلوش 5 تا 10 میلیون اینا میتونه هزینه داشته باشه براتون. بعد سرعت دانلودش 1000 مگابیت بر ثانیه، یعنی یه فایل 1 گیگی رو داخل 7 8 ثانیه 10 ثانیه میتونید دانلود بکنید و اگه فیلتر شکنم بزنید پایین تر از 200 مگابیت نمیاد. یعنی خیلی خیلی سرعت خوب، آپلودش هم همینجور خیلی سرعت خوبیه. خلاصه مستقیم وصل میشی و اینکه لذتش میبری و تنها مشکلی که داره خیلی دسترسیش پایینه، یعنی همه کس نمیتونن دسترسی بهش داشته باشن. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.